سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خوش اومدین به این ویدیو و امروز قراره در مورد مبحث مهم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک صحبت کنیم مانی منیجمنت و ریسک منیجمنت که هر دو میتونم بگم متفاوت هستن ولی در مارکت دارن یک هدف رو دنبال میکنن مدیریت سرمایه, سرمایه برای حفظ سرمایه اصلی ما وجود داره و مدیریت ریسک هم برای مدیریت پوزیشن های و موقعیت هایی که توی مارکت خیلی پر ریسک هستن و ما باید اونها رو شناسایی کنیم و حالا از پوزیشن خارج بشیم یا بتونیم اون رو مدیریت کنیم گفتم این دوتا هر دو دارن یک هدف رو در مارکت دنبال میکنن و این هم ماندگار بودن توی مارکته و رسیدن به سوددهی در دراز مدت قراره که اول شروع کنیم از مدیریت سرمایه و ببینیم که این به چه صورت هست اگر که توی مانیتور من باشید برای مثال شما اگر هزار دلار سرمایه اصلی داشته باشید و بخواید این رو پنج درصدش رو در معاملاتتون ریسک کنید به این معنیه که شما قراره اگر استاپلاستون تاچ بشه 50 دلار رو از دست بدید ولی خب حالا یک موضوع دیگه هم اینجا مطرح میشه وین ریت و ریسک بریوارد اگر شما یک تریدر مبتدی هستید بهتره که تمرکزتون برای وین ریت بالاتر باشه چون وین ریت به این معنیه که ما چه تعداد پوزیشن هامون رو قراره با سود ببندیم و خب همین باعث میشه که از نظر روانشناسی ما خیلی بهتر عمل کنیم چون که دوست داریم هر کسی دوست داره بدونه از نظر روانشناسی چقدر داره موفقیت توی معاملاتش عمل میکنه پس وین ریت رو به این صورت میتونیم معنی کنیم و همچنین ریسک به ریوارد که اگر شما طبق ستاپ معاملاتتون و استراتژی که دارین قرار وارد یک پوزیشن بشید چقدر قراره توی اون پوزیشن ریسک تحمل کنید و چقدر قرار منظورم از ریسک ضرری هست که قرار تحمل کنید و داشته باشید و چقدر قرار ریوارد یا اون سود شما باشه در اون پوزیشن که معمولا ریسک به ریوارد های یک هست یک به دو هست یک به سه هست و متفاوته پس اگر که شما در ابتدای کار هستید سعی کنید وین ریت بالاتری داشته باشید سعی کنید معاملاتی رو داشته باشید که بیشتر با سود بسته میشن و بعد از اون تمرکز و هدفتون رو بذارید برای ریسک به ریواردهای بالاتر تا بتونید سودهای خیلی بیشتری نسبت به ضرری که میتونید متحمل بشید توی این مارکت داشته باشید خب این رو در مبحث مدیریت سرمایه گفتم هزار دلار بالانس پنج درصد ریسک شما باشه پس پنجاه دلار رو از دست میدید اگر وین ریت شما یک به سه هم باشه توی این معامله شما به این معنیه که یک از سه تا معامله یک معامله ضرر دارید و دو معامله سوده پس هنوز میتونم بگم که توی این معامله شما توی سود هستید چون اگر 50 دلار از دست بدید با دو معامله ای که قرار سود بشه 100 دلار به دست میارید ولی خب اگر شما یک روز بعد معاملاتی رو بگذرونید و پنج, 5 تا پوزیشن رو از دست بدید و با استاپلاس بسته بشه در از 25 درصد بالانس اصلی شما توی ضرر رفته و این خودش کافیه که بتونه یک مقدار روانشناسی رو برای شما سخت کنه چون فقط به این معنی نیست که ده بودن به این معنی نیست که کل سرمایه از دست بره شما حتی اگر نصف سرمایتون رو هم توی این مارکت از دست بدید خیلی روانشناسی و اون بود روانیش رو برای شما سخت میکنه تا بتونید اون رو جبران کنید اینجا مبحث مدیریت سرمایه به ما کمک میکنه چرا که پیشنهاد میشه شما یک تا دو درصد سرمایه اصلی رو ریس کنید برای معاملات که اگر حالا ضرری هم باشه به جای 50 دلار بشه 20 دلار یا 10 دلار و در کل اگر که دو درصد معاملاتتون رو دو درصد سرمایه اصلیتون رو در معاملاتتون ریس کنید ده درصد میتونم بگم اگر 5 تا حتی 5 تا دیگه بیشترین حدی حد که میتونه آدم حساب بخوره 5 تا حساب هم داشته باشید فقط ده درصد سرمایه اصلی شما توی ضرر رفته و این خیلی مهم هست برای مدیریت سرمایه برای مثال اگر شما بخواید حالا اشاره کنم به اینکه شما چطور میتونید این مدیریت سرمایه رو برای انتخاب حجم مناسب برای معاملاتتون داشته باشید به این صورت هست که فرض کنید شما در این پوزیشن هستید و قراره که توی این پوزیشن برای چارت یورو یو هستیم 20 پیپ استاپ شما باشه حالا چطور میتونید این رو شما محاسبه کنید که ببینید به چه صورت میتونید چه سایزی رو انتخاب کنید برای ورود به این پوزیشن شما میتونید توی سایت MyFXBook قسمت فارکس کلکیولیتر پوزیشن سایز کلکیولیتر رو انتخاب کنید و یه همچین صفحه ای برای شما ایجاد میشه اینجا جفت ارز مورد نظرتون رو می نویسید برای مثال یورو یو استی و این قسمت هم می نویسید که چقدر بالانستون هست سرمایه اولیتون چقدره برای مثال 2500 دلار سرمایه اولیتونه و میخواید دو درصد از این سرمایه اولیه رو ریسک کنید پس اینجا می نویسید دو و اینجا هم می بینید که استاپ لاسمون 20 بیپه ببینید الان اینجا اشاره کردم که ما استاپ 20 بیپی داریم اینجا نوشته شده 20 بیپ برای ما استاپلاسمون هست این رو هم می نویسید گزینه کلکیولیت رو می زنید برای شما محاسبه می کنید که توی این پوزیشن شما باید حجم 25 صدومه درصد لات رو انتخاب کنید و در این صورت شما 50 دلارتون رو میتونید ضرر داشته باشید توی این پوزیشنی که دارید این یک سایت فوق‌الذ مهم هست برای اینکه بتونید محاسبه کنید حالا بقیه ارزها جفت ارزهایی که اینجا هست رو هم میتونید انتخاب کنید و بر اساس اون سایز مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و همچنین برای ریسک منیجمنت هم اگر بخوام به شما پیشنهاد بدم این هست که شما سیو سود داشته باشید و پوزیشنی که توی سود هست رو بتونید سیو سود کنید اگر سیو سود کردن بلد نیستید یه پیشنهادی میتونم به شما بدم که حجم ورود به معاملتون رو تقسیم به دو کنید برای مثال اینجا اگر که دو دهمه درصد شما میخواید وارد معامله بشید این رو تقسیم به دو کنید و دو تا پوزیشن یک دهم ده درصدی بگیرید و اگر که بخوام این رو هم نشون بدم اینجا برای مثال شما پوزیشنتون رو ست میکنید یکیش رو خب حالا ریسک بریوارد یک به یک داره که این رو شما برای خودتون ست میکنید که داشته باشید این ریسک به ریوارد رو و یک دهم ده این پوزیشنتون رو باز میکنید و دوباره یک پوزیشن دیگه باز میکنید و این رو یک مقدار دوباره با همون استاپلاسی که دارید اجازه میدید که ریسک به ریوارد بالاتری به شما بده دقیقا پوزیشن ها رو یک جا ست کردیم ولی یکیش تیپیش اینجاست و تیپی پوزیشن بعدی هم میتونه تارگت های بالاتری باشه که شما به تشخیص خودتون میتونید این رو ست بکنید برای مثال اینجا میتونید این سقف قیمتی تارگت بعدیش باشه اما وقتی پوزیشن اول شما تاچ شد تی پیش، این رو به شما پیشنهاد میکنم که پوزیشن دومتون رو ریسک فری کنید و بیارید بذارید اون حسابتون رو روی نقطه ورودتون تو اگر قیمت برگشت شما با ضرر این رو نبسته باشید یا حداقل بیاد بذاریدش دقیقا روی قیمتی که پوزیشن اولتون تیپیش خورده شده و بسته شده این کار شما میتونید انجام بدید پیشنهاد من به شما این همون سیو سود کردن هست در اصل ولی خب از نظر روانشناسی اینکه شما دو تا پوزیشن هم داشته باشید اوکی هست میتونید یکیش رو هر موقع که تیپی پی اول رو دید ببندید و دومی رو هم توی تیپی های بالاتر از نظر مدیریت ریسک شما میتونم یک پیشنهاد دیگه هم بهتون بدم اینه که شما در تایم خبر پوزیشنی نداشته باشید این هم یک نوع مدیریت ریسک کردن هست یا اگر حتی تایم خبر قرار داده منتشر بشه برای 5 دقیقه ده دقیقه دیگه و پوزیشن شما در ضرر هست اون ضرر رو قبول کنید پوزیشن رو خارج بشید چون احتمال داره که حالا ریزش بیشتری داشته باشه طی داده ای که قرار منتشر بشه یا حالا احتمال هم هست که برگرده پوزیشن ولی اگر که ریزش بیشتری داشته باشه اون موقع ضرر شما بیشتر میشه که همچنین در تایم خبر برای تمام بروکرها یک مقدار استاپلاس ها حالا والتر هست جابجا جا میشه بزرگتر تاچ میشه و میتونه شما رو ضرر بیشتری هم داشته باشه این از ویدیو امروز بود برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خیلی ممنون که همراه من بودید و من فعلا از شما خدافزی میکنم